بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم تلویزیون. شاگردان نهایت گرامی، امیدوار هستم که همه جور و صحت و سلامت بوده باشین. در پای تلویزیون هایتان بنشینید و درس ما را تا آخر دنبال بکنید. انشالله مشکلاتی که داشته باشین در تمرین فصل اول مرفوع خواهد شد. درس امروز ما درس 12 ریاضی صنف 7 هست. عنوان درس ما حل تمرینات فصل اول هست. شما قسمی که مشاهده میکنین در تمرینات صنف 7 از اول سوال اول ما این بود که ست اعداد تاق که بر دو پوره قابل تقسیم باشد بنویسید. شما میفهمین ما کدام عدد تاقی را نداریم که بر دو پوره قابل تقسیم باشه؟ بنابراین وقتی که نداریم، پس جوابتان هست A مساوی هست با ست خالی. یعنی کدام عددی وجود نداره که ما بر دو پوره قابل تقسیم باشه. سوال دوم، A ست نام های ماه های سال را به طریق لست کردن عناصر بنویسید. حال شما ببینید، شما دارین یک ست مثلا A مساوی هست، از مای حمل شروع میکنین، ثور، جوزا، سرطان، اسد پایین تر اگر بگیرم اینجا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و هود. حال در اینجا سوال اینمی دومتان شما را میگه به طریق لست کردن. اینه گفتیم به طریق تفصیلی هم برش میگن و یا لست کردن هم برش میگن لست کردن. برای ما گفت که نامای سال را نامای ماهای سال را بدن، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و هود که 12 ماه هست، شما داخل قوس می‌نویسین نام از اینا، این میره به طریق لست کردن میگن. جاهای خالی را، حال شما سوالاتی که داده خانه های خالی را به علامات شمول بودن و غیر شمول بودن شما نشون میدین. شما یک ست دارین، ست A مساوی هست با ست A ما مساوی است با 1 2 3 4. ست B مساوی هست با 2 4 6 8. ست C مساوی هست با A E I O U. حالا برای ما گفته که سه شامل ای علامی شامل بودن است. شامل ای است؟ بله میبینیم سه شامل ای است، پس دو خانه خالی این میشه. یو شامل بی است؟ بله میبینیم یو شامل بی هست. به این ترتیب شما خوب تر است که در این همین چه برای شما بگویم. در اینجا میبینیم سی دست شامل سی هست، شما میبینید که دست شامل سی نیست. پس شما میتونین این را نشته کنین به این شکل، ده شامل سی نیست، یعنی ست سی منظور ما، در ست سی شما در را نمیبینین. به این ترتیب آی شامل ای، آی شامل ست ای نیست، شما در ست ای آیا نمیبینین. هشت شامل بی، هشت شامل ست بی هست، بله هشت شامل ست بی هست، شما اینجا میبینین که بی وجود داره. ای شامل ست سی است، بله شما میبینین ای هم شامل ست سی است. و همین ترتیب ای هم شامل ست بی، اگر ما بگوییم ای شامل ست بی هست، شما در اونجا نمیبینین بی را، پس نشته میکنین که نیست. هشت شامل ست ای هست، شما در ست A8 را نمیبینین، پس میگین شامل ست A نیست.
F شامل ست C است، شما F را در ست C نمیبینید. با این ترتیب شما دو شامل ست A است، بله دو شامل ست A هست، چون اینجا دو وجود دارم. امیدوار هستم که شما تا پایان این خانه خالی ها را، اگر کدامش مانده باشه، شما میتونین میره و میروش میره حل کنید. سوال سوم ما اینجا ای هست که اگر ست A برای ما داده شده که A, B, C، ست B برای ما داده شده در سوال چهارم، یک دو سه، یک دو سه، و ست C هم داده شده برای ما B, A, C، گفته که آیا این ست ها کدامش با هم معادل است و کدامش هم با هم مساوی است. شما میفهمین که معادل او ستی است که عناصرشان با هم مساوی باشه، اما ست های مساوی ست هایی هستند که هم خودشان و هم عناصرشان با هم چی باشن؟ مساوی باشن. حالا شما میبینین که اینجا ست A مساوی است با ست C، اینجا هم A B C است، اینجا هم A B C است، پس این دو ست بین خود با هم مساوی هستند. این جایشان فرق نمی کنه، تغییر جای در عناصر کدام فرق نداره، اما ست A معادل هست با ست چی؟ معادل است با ست B. با این ترتیب ست C معادل هست با ست چی؟ ست B. یعنی ای دو تا ست ها بین خود معادل شده میتونه، ای با ای معادل شده میتونه، چون عناصرشان یک چیزی است، اما مساوی فقط ای و سی هستند. بحث دیگه ما که گفتم کدام جفت از ست ها مساوی و کدام آنها معادل، گفتیم که ست ای با سی مساوی است، عناصرشان هم یک چیزی است و تعدادشان هم، اما ای دو تا تعدادشان که یک چیز است معادل. شما میتونید به این شکل هم نشون کنید که ای معادل، اگر نفهمیدین، با بی هست و بی معادل با ست چی هست؟ معادل با ست سی هست. خب حالا در اینجا شما سوال دیگه دارین، اگر شاگردان مکتب شما ای باشد و ست شاگردان صنف شما بی باشد، آیا بله، اگر شما در یک تمام شاگردان مکتب ست A باشه و یک سن B باشه، پس B ست فرعی از A هست. متوجه هستین؟ مثلا در یک مکتب 10 سنف هست، یک سنف از او B هست، 10 سنف دیگه از او رو نام شما در ست A، پس B جزی از او مکتب است، پس B ست فرعی از چی است؟ A هست. اگر ست A, B, C را با هم، حالا چند سوال را در این مورد داره، مثلا شما یک ست را برای ما گفته که در این ست یک صفر، یک و دو، ست دیگر را برای ما داده صفر یکی بر دو، صفر یکی بر دو و یک، ست C را برای ما داده، ست سی ما سی و چار هست. خب حالا چی کنیم اینا؟ گفته که از اول شروع میکنیم، ای تقاطع با ای، حالا شما تقاطع رو میفهمین وقتی که ای با ای تقاطع کنه از عناصر مشترکشان به وجود میاد، پس صفر یک دو تقاطعش با خودی از ای صفر یک دو مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با خود A تقاطع با A مساوی میشه با خود A، یعنی تمام عناصرش صفر، یک و دو. پس از اینجا نشته میکنیم که A تقاطع با A مساوی شد با خود A. بس دوم ما که ای را اگر ما تقاطع بتیم، A تقاطع کنه با B، ای را تقاطع بتیم با B، در اینجا هیچ کدام عناصر مشترک وجود نداره. وقتی که عناصر مشترک وجود نداشت، پس تقاطع از اینا ست چی است؟ ست خالی است. اینجا یه صفر، یک، دو است، اینجا سه و چار، ببخشید که با بی گفتیم،
با بیبام فکر میکنیم که یک تقاطع دارن، تنها تقاطعشان عناصر مشترکشان یک و صفر است. با بی تقاطع دارن یک و صفر، عناصر مشترک اینجا صفر است، اینجا هم صفر است، اینجا یک است، اینجا هم یک است، پس ای تقاطع بی صفر و یک است. اما اگر ما بیم ای تقاطع سی را ما پیشتر متوجه نشدم گفتم ای تقاطع سی در اینجا شما سی سه و چهار است و بی صفر یک دو سی، پس در اینجا شما کدام تقاطع را عناصر مشترک نمیبینید داخل صفر، پس تقاطعشان یک سطح خالی است. اگر باید برای ما بی اتحادش با بعد از سوالی که داده با سی این مساوی به چی میشه؟ بی اتحادش با سی، ای را با ای اتحاد کنیم، شما میفهمین که وقتی ای با ای اتحاد شوه شون وقت زیاد نگیره، دوباره نشته نمیکنم عناصرشان، از تمام عناصرش یک جای میگیره، پس نشته میتونیم صفر یک بر دو یک و سه و چهار، پس اتحاد از هر دو ست عناصرش جاگزین میشه ست، پس اتحادی از اینا به این شکل است. خب اگر ما بیم بی اتحاد سی را گرفتیم، بی اتحاد سی عناصرش ای شد، حالا اگر ما بیم در اونجا سی اتحاد ای را بگیریم، سی اتحادش با ای، در اینجا شما از عناصری که اونجا نشته کنم تکرار جلوگیری میکنم، به خاطر که جای کم هست ما اینجا سی اتحاد ای، سی را با ای اتحاد کنیم میشه صفر یک دو، دو دانه عناصر سی، پس چند میشه؟ سه و چهار. خب بسیار خوب شاگردای نهایت گرامی، در اینجا ای اتحاد بی و ای تقاطع بی را این را پاک میکنم که یک ذره جای پیدا شد، بعد از او واره برای شما میگم. خب در اینجا دو سی و چار بود ست ما، حالا برای ما گفته که ای اتحاد شب با بی بگیرین، ببینین ای اتحاد با بی تمام عناصر میه، صفر دوام است، مهم نیست که اگر مشترک باشه یا غیر مشترک، صفر یک و دو و یکی بر دو، انشاءالله کدام عنصر دیگه نمون، پس ای اتحاد بی به این شکل است. اما بی تقاطع آخرینش سی مساوی میشه. خب اگر بی رو بیم تقاطع بتیم باری از این عناصر مشترکی از اینا چی است؟ عناصر مشترک کدام عناصر مشترک شما اینجا نمیبینید، پس بی تقاطعش با سی عناصر مشترکش چی است؟ سطح خالی است. پس این دو تا را اتحاد دادیم، شما باید داشته باشین که باز شما از اتحادش عناصری از این با این کلش یک جای میشه. اما در عناصر در سه تکرار عناصر و جاهش شما فهمیدین که کدام مهم نیست. بحث دیگه ما که سوال هفتم هست، در سوال هفتم شما یک ست را دارین، در این ست برای ما گفته شده یک دو سه چهار پنج و ست دیگر را دارین که بی مساوی است به دو چهار شش هشت، ست سی را خب این دو ست دارین، برای ما سوال گفته که ای تفاضل بی و بی تفاضل ای را پیدا کنین، حالا ای تفاضل بی و بی تفاضل ای را شما پیدا کنین. ما گفتیم که تفاضل تمام عناصری که در ست ای باشه در ست بی نباشه، حالا میبینیم کدام عناصر در اونجا هست در ای وجود نداره، در اونجا یک هست که در اینجا نیست، سه هست که در اینجا نیست، پنج هست که در اینجا نیست، پس ست تفاضل را ما گفتیم تمام عناصری که در ای باشه اما در بی موجود. خب یک و سه و پنج را گرفتیم، چون چهار اینجا بود نگرفتیمش، دوم اینجا بود نگرفتیمش. اگر بیم بی تفاضلی را پیدا کنیم بازم میبینیم در اونجا کدام عددهایی نیستن که ما بگیریم،
مثلا شما ببینید در اونجا دو هست، چهار هست، شش در وجود نداره. شش هم میگیریم و هشت هم در اونجا وجود نداره. پس ای تفاضلشان است. تفاضل ای تفاضل بی ای میشه. خب، به همین ترتیب چون وقت ما کم هست به پایان رسیده، شما یک دو سوال دیگه که ماندم شما میتونین بسیار براحتی با همین شیوه شما این سوالاتتان حل بکنین. امیدوار هستم که شما این سوالات را فرا گرفته باشین. تا دیدار بعد که باز در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. شب روزتان بخیر.